بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولین بار است که من آیات رو میخونم در ابتدای سخن. این دعایی است که موسی کرد با خداوند وقتی که خدا او رو به رسالت فرستاد، گفت خدایا زبان منو باز کن چنان که سخنان من مفهوم افتد. البته من نه موسی هستم و نه به رسالت مأمور شدم، اما گویا نوبت گذشته سخنان من چندان مندمج و مبهم بوده که پاره ای از پرسش ها رو در اذهان مستمعان گرامی پدید آورده و لذا من در آغاز سخن دعای موسی علیه السلام رو خوندم که خداوند شرح صدری بدهد و گره از زبان من باز کند، بلکه بر مشکلات نیفزایم، گره ها رو افزونتر نکنم، بلکه اگر خدا بخواهد گره ها رو باز کنم. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. از اون گردنه‌های صعب العبور مثنوی بود که به اون رسیدیم و همچنان در این گردنه به سر می‌بریم. من کوشیدم که لب مفاد و مراد مولانا رو در باب صورت و بی صورتی بیان کنم. البته سخن سرکشی کرد، فراتر از آن هم رفتیم و قدری نسبت خدا و جهان و ماورای طبیعت و طبیعت رو هم کاویدیم که رازآلوده ترین رابطه ها در عالم است و همین موجب سوالاتی شد که خلاف انتظار نبود. اجمالا سخن ما این بود که خداوند بی صورت است و بی صفت است و اگر صفتی دارد همون صفاتی است که راجع به وجود می شود و تمام اوصاف باری از واجب الوجود بودن او قابل استنتاج و انتزاع است و صفات او عین ذات اوست و زائد بر ذات او نیست، لذا بساطت ذات او رو برهم نمی زند و او در عین واحد بودن و بسیط بودن می تواند قادر و حی و علیم هم باشد. فراتر از آن صفاتی است که خداوند در مقام فاعلیت دارد، یعنی وقتی که به خلق میپردازد، مثل صفت رحیم، صفت رازق و بسی از اونها که گفتیم. این اوصاف راجع به ذات خداوند نمی شود و در نسبت او با خلایق پیدا می شود و لذا اصلا اونها رو صفات الهی نمی توان دانست به معنای ذاتی و حقیقی. نکته دوم این بود که خداوند در همه چیز تجلی کرده است و ما هیچ موجودی در این عالم نداریم که تجلیگاه خدا و مظهر خدا نباشد، یعنی آینه‌ای نباشد که خداوند از طریق او تابشی کرده باشد. همه موجودات دریچه ها و پنجره هایی هستند که اگر نیک نظر کنیم از ورای اون دریچه خدا رو میبینیم. هیچ موجودی سیاه مطلق نیست، حاجب مطلق نیست و چنان نیست که اگر در او بنگری ماورایی نداشته باشد، بلکه از هر موجودی وقتی که در او نگاه کنی پشت سر او و بلکه در درون او چیزی را میبینی که اون چیز خداست. همه موجودات نسبت به خداوند ظاهرند و خداوند باطن موجودات است. مهمترین تصویری که شما از خدا از موجودات می توانید داشته باشید تصویر پنجره است. پنجره هایی که خدا سرش رو از اون پنجره بیرون آورده است. این پنجره ها گاهی بزرگند، گاهی کوچکند. به قول سعدی، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. هر موجودی به قدر خود خدا رو می نماید. بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر، اما هیچ موجودی نیست که مظهریتی نداشته باشد و ظهور خداوند از طریق او
ممکن و میسر نباشه. پس همه موجودات یک وجه مادی دارن، یک وجه ملکی دارن، یک وجه ملکوتی دارن، ظاهری دارن و باطنی دارن. ظاهر اونها همین است که هستن و ما میبینیم و میابیم. باطنشون خداییست که در دل اونها نشسته است و موجودات ظاهرن حجاب روی او شدن. اما به قول مولانا، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. اگر دیده سبب سوراخ کن و حجاب پاره کنی داشته باشیم، اونگاه این حجاب ها رو نمی بینیم، بلکه به اون که ماوراء حجاب نشسته است نظر می دوزیم. این هم نکته دوم. نکته سومی که آوردم این بود که نسبت همه صورت ها با بی صورت یکیست، همچنان که نسبت همه رنگ ها با بی رنگ یکیست. اگر رنگی به بیرنگی نزدیکتر باشد، معناش این است که لاجرم بیرنگی بیرنگ کامل نیست، و الا اگر بیرنگی کاملا بیرنگی باشد، آنگاه همه رنگ ها به او نسبت واحد و مساوی دارند. بر همین قیاس همه موجودات که صورتمندند، و در اینجا غرض فقط موجودات طبیعی نیست، همه موجودات اهم از مادی و ماوراء مادی، ملکی و ملکوتی، طبیعی و ماوراء طبیعی، همه مخلوقات همه صورتی دارند، ولذا نسبتشون با خداوند که بی صورت هست یکیست، یکسان است. گرچه اینها به صورت آینه های بزرگتر یا کوچکتر، دریچه های بزرگتر یا کوچکترند و به تناسب خودشون و سایز خودشون خدا رو نمایش و بازتاب میدهند، اما از حیث صورت و بی صورتی نسبتشان یکسان است. از این حیث همه با هم مساوی هستند و هیچ کدامی بی صورت تر از دیگری نیست، یا صورت رقیق تری ندارد. اینها بی معناست، یا با صورتن یا بی صورت. می توانید شما این رو با تعبیرات فلسفی در بگید، موجودات یا واجبن یا ممکن، اما جز خداوند هیچ وجود واجبی وجود ندارد و همه ممکنات از آن حیث که ممکنند نسبت مساوی با واجب الوجود دارند. هیچ موجودی نیست که در عالم امکان حظی از وجوب داشته باشد و به وجوب نزدیکتر از بقیه باشد. در اینجا صفر و صد است، یا ممکن است یا واجب است، و طیفی در این وسط وجود نداره که امکان کمتر شود یا بیشتر، وجوب رقیقتر شود یا غلیظتر، چنین چیزی ما نداریم. ولذا همه موجودات، این موجودات خواه شیطان باشه، خواه ملائک باشن، خواه پیامبران باشن، خواه جباران باشه، فرق نمی کنه، از اون حیث که ممکن الوجودن و وجود امکانی دارن، با وجود واجبی حق تعالی نسبت مساوی دارن. این هم نکته دیگری بود که گفتم. منتها گفتم ما گرچه که این رو به عین الیقین و به حق الیقین می دانیم که ماجرا این چنین است، اما به لحاظ تکلیف انسانی که داریم در مقام خواندن خدا، خدا رو به اوصافی و به اسمایی و نامهایی می خوانیم که زیبا هستند. نمی گیم ای خدایی که خالق شیطانی، ای خدایی که در شیطان هم ظهور کرده ای، با اینکه شیطان هم مظهر الهی است. ما خداوند رو خالق زیبایی ها می دانیم و می خوانیم، اما خالق زشتی ها هم می دانیم. اما در مقام خواندن او به خالق زشتی ها او رو صدا نمی زنیم. این تکلیف ماست، این در مقام ادب بندگی است که چنین می کنیم. این عیناً تعبیری است که مرحوم فخرالدین رازی آورده است، بینش توحیدی به ما می گوید، بینش موحدانه به ما می گوید که هیچ جای عالم از حضور خدا خالی نیست، هیچ جا. در زشتی ها همانقدر حاضر است که در زیبایی ها، در ناپاکی ها همانقدر حاضر است که در پاکی ها، و نمیتوان منطقه‌ای و حوزه‌ای از این عالم رو خالی از وجود خدا دانست. وقت در اون صورت بیکرانگی خدا لطمه میخوره.
موجودی که بیکران است همه جا هست، وجودش همه جا رو پر کرده. شما نمیتوانید بگید یه حوزه‌ای داریم به نام زشتی ها که خدا اونجا نیست، وقت این نقصان میشود، این محدودیت در وجود او پدید میآورد. نه، بیکرانگی و بی‌نهایت بودن وجود خداوند اقتضا میکند که در ذره ذره موجودات، اونایی که ذره دارند، اونایی هم که مادی نیستند و ذره ندارند، در عمق هستیشون خداوند حضور داره. خواه شیطان باشه، خواه ملک باشه، خواه دیو باشه، فرشته باشه، پاک باشه یا ناپاک باشه. و از این حیث نباید هیچ تعجب کرد اگر ما این سخن رو میشنویم. من به یاد دارم دو چیز رو الان به یاد آوردم. یکی کنفرانسی بود در اسپانیا، یونسکو برگزار کرده بود و البته موضوع کنفرانس اخلاق بود. ما حالا به موضوع کنفرانس کاری ندارم. افراد مختلفی از ادیان مختلف شرکت کرده بودند. من هم جزو نمایندگان اسلام بودم اونجا. از بودیزم و مسیحیت دیگران همه بودند. یکی دو نفر از راهبان بودایی در اونجا بود. من گوش می کردم. بین این راهب بودایی و یک نفر مسلمان که از فرانسه اومده بود گفتگویی بود. راهب خب بودایی ها که خدا ندارن و خیلی هم آشکارا این رو اظهار میکنن. راهب بودایی از مسلمان میپرسید که شما میگویید که خدا همه جا هست. گفت بله همه جا هست. گفت در وجود انسان هم هست. گفت بله در وجود انسان هم هست. گفت در بدی های آدمی حضور داره یا در نیکی هاش؟ یه مرتبه من دیدم طرف مقابل یه کمی گیر کرد، یعنی تا حالا مثل که این فکر رو نکرده بود که خدا که در آدمی هست، خب آدمی کلی رذایل هم داره، کلی ناپاکی ها داره و کلامش دچار تبلبل شد. و این همین بود من رو به فکر فرو برد که ما وقتی که صبح از خدا می کنیم فکر همه جاشو نکردیم، فکر همه جاشو باید بکنیم و هیچ اشکالی هم نداره، یعنی درسته به صراحت و به وضوح و به بلاغت کافی باید گفت که نه، خداوند همه و هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید خدا با شماست. این در قرآن دیگه، این رو فلاسفه نامش رو معیت قیومیه گذاشتن، یعنی یک با ما بودنی که قیوم ماست، یعنی برپا نگه دارنده ماست. ما یکون من نجوا در قرآن دیگه، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. سه نفر اگر باشن خدا چهارو میشونه، پنج نفر اگر باشن خدا ششو میشونه، بیشتر از آن، کمتر از آن، در هر حال خداوند با اونهاست. یا وقتی که در قرآن هست باز، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به آدمیان نزدیکتریم. این از رگ گردن به همه نزدیک، خدا به پیغمبرم نزدیک، به ابو جهلم نزدیک و درست به اندازه هم، یعنی مثل خونی و جانی که در آدمی دویده است، خداوند هم همون طوری در آدمی دویده، بلکه بسی عمیق‌تر. ما این مثال‌ها رو که تازه می‌زنیم مثال‌های ناقصه، به قول مولانا مثال ناقصی دست آورم ساز حیرانی خرد را واخرم، برای اینکه قدری از حیرت بکاهم، و الا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. اینا که مثال واقعی نیست، اما خب ما رو نزدیک میکنه به فهم مسئله که چطور میشود یه موجودی این چنین با ما یکی بشود و حقیقتا اتحاد پیدا کنه. گفتم دو چیز یادم اومد، دومیش که چندان جالب هم نیست، از این آخوند وهابی بود. پای صحبتش نشسته بودم در تلویزیون و خب با همون خداشناسی های بسیار جزمی و خشک و ناسنجیده و نیازموده داشت میگفت بله، بعضا میگن خدا همه جا هست، ببخشید خدا در توالت هم هست، اینو میگفت و فکر میکرد که چی حجت بالغه ای آورده برای اینکه مطلب رو نفی کنه. خب بله، خداوند همه جا هست، معلومه که به قول ایشون در توالت هم هست، ولی این عیبی نیست بر او، یعنی وجود همه جا هست. مگه فضولات وجود ندارن؟ مگه زشتی ها وجود ندارن؟ هر جا پای وجود باز میشه پای خدا هم باز میشه، خداوند عین وجود است. من اون نوبت برای شما گفتم
و اینا نکاتی است که بر روی اینها شایسته است که هر چه بیشتر تأمل و تدبر بکنید. اینا محصول قرنها تأملات فیلسوفان است که به اینجا رسیده که هر جا پای وجود باز میشه پای خدا هم باز میشه. ما هیچ موجودی نداریم اونجا که در کنار وجود او، بلکه در عمق وجود او خدا وجود نداشته باشه. گفتم به لحاظ فلسفی وقتی که ما میگیم کتاب هست، یک فیلسوف این رو چنین میخواند: هستی کتاب است. یعنی هستی در اینجا به صورت کتاب در آمده. وقتی که میخوانیم خورشید هست، یک فیلسوف اینو اینجوری میخونه: هستی خورشید است. پس ببینید، یک هستی یعنی یک وجودی داریم مثل انرژی که به شکل‌های مختلف در میاد. این تمثیل انرژی شاید برای یک ذهن ساینتیفیک امروزی مفهومتر و مقبولتر باشه. خب ما یه چیزی میشناسیم به نام انرژی، از قرن 19 هم وارد فیزیک شد و بعد اینکه این انرژی صورت‌های مختلف میگیره، مثلا به صورت حرارت در میاد، به صورت الکتریسیته در میاد، به صورت انرژی کاینتیک در میاد و غیره و غیره، و اینا همه صور مختلف انرژی هست. یعنی مثل اینکه انرژی بی صورت هست، این صورتها رو به خودش میگیره. دقیقاً این چنینه و حقیقتاً هر جا فعلی در این عالم هست، انرژی هم هست دیگه. ما فعل بی انرژی نداریم. یعنی الان بنده که دارم حرف میزنم دارم انرژی مصرف، اون کسی که آدم میکشه در حین آدم کشی داره صرف انرژی میکنه، اون کسی که داره دستگیری از یک درماندهی میکنه در حین این دستگیری داره صرف انرژی میکنه. اصلا کل این عالم چیه؟ همینطور تبادلات انرژیه، همه جا حضور داره و شما نمیتونید بگید که انرژی در زشتی ها وجود نداره، تو ظلم ها وجود نداره. چرا؟ هر ظلمی میشه مصرف انرژیه، هر عدلی میشه مصرف انرژی، هر خوبی، هر بدی، هر دیگه لازم نیست من مثال بزنم، تمام اینها یه نوع مصرف انرژی یا رنگ به رنگ شدن انرژی ها و نوعیت مختلف پذیرفتن است. اما اون بی صورتی که گویی پشت این صورت های مختلف، یعنی حرارت، الکتریسیته، غیر خوابیده، اون واقعا بی صورته، اما دائما صورت میپذیره. مولانا در خطاب به خداوند یا همون وجود بی صورت یا اون لابشرت مقسمی به قول فیلسوفان در اوائل دفتر دوم اونجا میگه: از تو ای با بی نقشه با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. میگه ای بی صورت بی نقش، تو چنانی که موحدها رو که گرفتار و خیره کردی و حیران کردی، مشبه ها رو هم، همونایی که اهل توحید و تنزیهن، همونایی که اهل تشبیهن، همشون در مقابل تو حیران بودن. گاه خورشید و گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای برون از وهمها و از بیش بیش. توجه میکنید همین خداست یا همون انرژیست، اگر کلمه انرژی برای شما معنی دارتر است، دریا میشه، کوه میشه، کوه قاف میشه، عنقا میشه، پرنده میشه، ساکن میشه، متحرک میشه. ببینید همه اینها صور مختلفی است که روی وجود مینشینه و بنابراین نباید شما تعجب کنید اگر ما بگیم که همون جایی که ظلم هست اونجا وجودم هست، انرژی هم هست، خدا هم هست. اونجایی هم که عدل هست اونجا انرژی هست، وجود هست، خدا هم هست. همه اینها هست. امیدوارم تا اینجا اجمالاً روشن باشه که همونقدر که خدا خدای زشتی هاست، خدای زیبایی هم هست، همونطور که خدا ملک آفریده، دیوم آفریده. یک شاعری بود تنزگو که چند سال پیش در سوئیس از دنیا رفت، من از همه این طنزهاش همین یک شعر رو یادمه که دارن یادماندنی ترین شعرش هم بود. در خطاب به خدا گفته بود: ای خدایی که خالق خرسی، بنده رو آفریده این مرسی. خب حالا یعنی میخواست بگه که هم خودش رو خرس کنه و هم این که برای خدای بالاخره تو خالق خرس هم هستی، همه اینا به ریش تو خلاصه بسته میشه، هر چه میخواد باشه در این عالم. اما اون بدی ها
در نسبت با ما بدی می شوند، نه در نسبت با خداوند. اینجا یه بحث خیلی جدی و مهم و قامزی پیش میاد، بحث اخلاق واقعا، که حالا یه وقت دیگری ما باید این رو بگشاییم، چه در مثنوی یا چه در جای دیگری مستقلن. شما ملاحظه کنید این اخلاق خیلی مسئله داره. آقای طباطبایی خوب از کسانی بود که ناواقع‌گرا بود دیگه در اخلاق، یعنی معتقد بود که حسن و قبح در ذات افعال وجود نداره. بنده هم همین جوری فکر میکنم، از اولی که وارد بحث فلسفه اخلاق شدم به هر حال به اینجا رسید ذهن قاصر بنده که این بهترین حوزه. ولی خب البته فیلسوفان اخلاق دیگری هم هستن که جور دیگری فکر میکنن. ببینید مثال آقای طباطبایی اینه، میگوید که شما فرض کنید یک کسی زنا میکنه، این کار نامشروعی، کسی نکاح میکنه، نکاح مشروع میکنه، اینا که عملش با هم فرقی نداره، یعنی اونی که بد است و نارواس با اونی که خوب است و رواس که در حس عمل خارجی که فرقی ندارن. ما روی اینها دو لقب یا دو نسبت میگذاریم، ولی کار بد با کار خوب به لحاظ فیزیکی هیچ تفاوتی نداره، درسته یا نه؟ یه چیز دیگری است که اینجا در میان میاد، نه خود اون واقعیت بیرونی که اینها رو خوب و بد میکنه. شما هر کار نیک یا بدی رو در نظر بگیرید همینطوره. خب یه وقتی که ما یه قاتلی رو اعدام میکنیم یا یه وقتی یه بیگناهی رو میکشیم، به لحاظ عمل فیزیکی هیچ فرقی نداره، آدم کشتن و جان گرفتن که فرقی نداره دیگه بالاخره. پس اون چیه که اینا رو با هم متفاوت میکنه؟ ذات اون عملها نیست، یعنی اون فیزیک اونها نیست، اون چه که در خارج رخ میده عین همه، چه وقتی که آدم کشی روا باشه چه آدم کشی ناروا باشه، و هر دو گونش هم داریم، و هر فعل دیگری رو. یه وقتی که مثلا شما مالی رو میروید مثلا میدوزدید، یا یه مالی رو از یه کسی بر میدارید که مثلا به شما بخشیده، نفس عمل برداشتن مال و گرفتن مال اینا که یکسانه، فرقی نمی کنه. چیه که اینها رو با هم دیگه متفاوت میکنه؟ اون قوانین ماست که اینها رو عوض میکنه. میگیم این رابطه مشروع نامشروع، این آدم کشی بجاست اون آدم کشی نابجاست، این گرفتن پول بجاست اون گرفتن پول نابجاست، و هر چیز دیگری از این قبیل. خود اون واقعه و رخداد بیرونی یکسان است، چه وقتی که رواست چه وقتی نه. خود عدل و ظلم هم همینطور. ببینید عدل و ظلم اینجوری نیست که دو تا قیافه مختلف داشته باشه، در عالم خارج یک قیافه دارن، پادشاهی که عادله با پادشاهی که ظالمه، فرمانی که عادلانه است فرمانی که ظالمانه است، عملی که عادلانه است عملی که ظالمانه، اینا به لحاظ بیرونی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اگه بخوایم اسم فیزیکی روشون بذاریم همشون مثلا تبدیل شدن یه انرژی به یه انرژی دیگه، همین دیگه. یعنی این انرژی بازوی آقا وقتی که صرف میشه برای ضربه زدن به کسی، اینه دیگه. حالا گاهی این ضربه عادلانه است یعنی بجا زده، گاهی ناعادلانه است یعنی نابجا زده، اما به لحاظ شرعش عمل خارجی که اینا با هم فرقی ندارن. پس ببینید شما دنبال نیکی و بدی اخلاقی در عالم خارج نگردید. وجود از آن نظر که وجود است نه نیک است نه بد است، این اصلا همان است که هست. وجود خارجی نه نیک است نه بد است. درست شبیه این که شما بگید آب خوبه یا بده. خوب آب نه خوبه نه بده، خوب چه بدی خوبیش چیه؟ خورشید خوبه یا بده؟ خوب نه خوبه نه بده، اما بله در نسبت میتونید بگید اگر این خورشید خیلی تافت و پوست من رو سوزوند و سرطانی کرد بده، بده هم یعنی این که برای من ضرر داشته، این معنا. و هاکذا هر فعلی هم یه موجود طبیعی دیگه در این عالم، مثل خورشید، مثل ماه، مثل وزیدن باد، مثل موج زدن آب، چه فرقی میکنه؟ کسی که از جا برمیخیزه و مثلا به کسی حمله میکنه، خب یه حرکت فیزیکیه دیگه. حالا گاهی حمله بجاست گاهی نابجاست، هر دوش به لحاظ خارجی یکسان است. این نکته مهمی است. البته شما میتونید از من نپذیرید، برای اینکه فیلسوفانی هستن که اینجوری فکر نمی کنن،
ولی فیلسوفانی هم هستن که اینجوری فکر میکنن، بنده خودم خداییش هرچه که گشتم و خلاصه زیر و رو کردم و اینا، به نظرم این مکتب مکتب قویتر قابل دفاعتریست. پس شما ملاحظه بکنید افعال از آن نظر که به خدا راجع میشوند نه خوبن نه بدن، یعنی خداوند تحت ضوابط اخلاقی بندگان خودش و آدمیان در نمیاد. اینا قواعدی است که ما برای گذران زندگی خودمون وضع کردیم، میگیم این کار خوبه، اون کار بده، این کارو بکن، اون کارو نکن. اتفاقا خداوند هم همین امر رو کرده، این بعضی از کارا رو بد شمرده، بعضی کارا رو خوب شمرده. خداوند به ظلم امر نمیکنه، به فحشا امر نمیکنه. همه اینا برای حسن روابط انسانیه در این عالم. ما اموراتمون وقتی به نیکی میگذرد، وقتی امنیت خاطر داریم و وقتی زندگیمون نسبت به یکدیگر اعتماد میکنیم که به این قوانین و مقررات عمل کنیم، اینا رو در جان خودمون بنشانیم. و اما اینکه این گناه یا گناه نیست به خدا زیانی میزنه، نه، به خدا هیچ فرقی نمیکنه. تمام مردم دنیا گناه میکنن، به خودشون ضرر میزنه ولی به خدا نمیزنه. یعنی آنچنان نیستش که این جهان در اثر کارهایی که ما میکنیم از هدف خودش و از مسیر خودش منحرف بشه، حرفا نیست. ولی ما البته مسئولیت کارهای خودمون رو داریم. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. در همون ابتدای خطبه متقین امام علی میگه لعنه لا یضره معصیت من عصاه ولا ینفعه طاعت من اطاعه. خداوند یه جوریست که معصیت عاصیان به او زیانی نمیزند، اطاعت مطیعان هم به او نفعی نمیرساند. یعنی در یک رتبه نشسته، گویی مثل یک موجودی که اینقدر بالاتر از دریا نشسته که این دریا هرچی هم موج بزنه، این موجای کوه پیکر با هر ارتفاعی هم که از دریا بلند بشن به او نمیرسند، به او نمیرسند، نه زیان میزنند نه سود میرسانند. هیچ کدوم یه چنین ارتفاعی از این عالم داره. و این پارادوکس وجود خداوند است که در نهج البلاغه هم اشاره شده و فیلسوفان هم گفتن که از هر نزدیکی به ما نزدیکتره و در این حال از هر دوری از ما دورتره. و جمع بین این دو مقام، یعنی این پارادوکس، همون چیزی است که یک هاضمه قوی میخواد، یک ظرفیت خیلی بزرگ میخواد. توجه میکنید الافی دنوهی و دنافی علوهی تو نهج البلاغه است، در عین بلندی و بالا بودن پایینه و در عین نزدیکی دوره. این تعبیرات رو بیهوده نگفتن، یعنی این وجود رازآلود خداوند و نسبتی که با خلایق داره، با مخلوقات خودش، که هم در دل اونها نشسته و از جان به اونها نزدیکتره، اقرب الیه من حبل الورید، ولی در این حال یک ارتفاعی میگیره و چنان دوره از این خلایق، هر چی در این عالم ملک اتفاق بیفته اصلا او باکش نیست، به او گویی نمیرسد و تحت تأثیر قرار نمیگیرد و بر مسند خودش به تمکین نشسته است بدون اینکه تغییری بپذیرد. در عالم توحید همه اینها رو باید با هم در نظر داشت. و خب من خوب میدانم که جمع همه اینها گاهی ذهن رو به ناآرامی میافکند و خب میافکند، برای اینکه لقمه بزرگی است، مثل این اطلاعات علمی و این دیتاها و اینفورمیشن ها و یا قوانین طبیعت نیست که یک چهره داشته باشن، یک موجود هزار چهره است که در عین بی صورتی ما به او صورت ها میدیم تا تازه او رو قابل فهم کنیم برای خودمون. اما در مقام فاعلیت باید بدانیم که به ما چه نسبتی پیدا میکنه. خب من امیدوارم که تا اینجا باز قصه تا حدی روشن‌تر شده باشه. دکته ای رو بعدی که باید اضافه کنم و از پاره ای از دوستان شنیدم این است که خب فرض کنیم قبول خداوند هست و خداوند همه جا هست. من این رو به شما بگم، بالاخره خدایی که شما می‌پرستید یا همه جا هست یا اگر تو بعضی از جاها نیست اون خدا نیست، اونو نپرستیدش. این خلاصه مطلب. لذا یه خدایی رو برای پرستش اختیار بکنید، ولو اینکه پاره ای از سوالات مربوط به او رو نتونید جواب بدید و همیشه یه پاماتی در مسائل باقی میمونه.
ولی خدایی رو انتخاب کنید و برگیرید برای پرستش، خدایی که حضور همه جایی داره و در واقع نه تنها در این جهانه بلکه جهان در اوست. یک چنین خدایی رو فرض کنید و مورد توجهتون قرار بدید که زشت و زیبا نسبت به او مساویان، عدل و ظلم نسبت به او مساویان، صورتها با او نسبت مساوی دارند، آدمیان با او نسبت مساوی دارند و همه اینها رو در نظر بگیرید و همه قدرتها بخشی از قدرت اوست، همه حیاتها بخشی از حیات اوست و هیچ چیزی از وجود او دور نیست و هر چی که هست مخلوق اوست. یعنی ظلم همونقدر مخلوق خداوند است که عدل و زشتی همونقدر مخلوق خداوند است که زیبایی، و به یک اندازه اون هم، نه اینکه یکی به خدا نزدیکتر است یکی دورتر است، فاصله ها هم کاملا مساوی هست. شمر همونقدر به خدا نزدیک است که علی، که حسین، از اون حیث که هر دو با صورت هم نسبت به بی صورت، از اون حیث که هر دو ممکن وجود هم نسبت به واجب الوجود. اما اینکه یکیشون نیک است یکیشون بد است، چون یکی کارهای نیک میکنه و یکی کارهای بد میکنه، حکم کار نیک و بد رو هم برای شما گفتم که در نسبتی است که ما آدمیان با خودمون برقرار میکنیم و اخلاقی است که برای حسن روابط انسانی اون رو پدید آوردیم و مورد صحه و قبول خداوند هم هست. او هم دوست داره که آدمیان فلان کار رو بکنن و فلان کار رو نکنن. یک نکته اینجا باقی میماند که بعضی ها پرسیده بودن که بازم در جای خودش بر بحث مبسوط تری بکنیم. خب یک چنین خدای همه جایی چه جایی برای انسان میگذارد؟ چه جایی برای اختیار انسان میگذارد؟ قبول کردیم که او همه جا هست، پس ما چه کاره ایم این وسط؟ و اتفاقا این از همون سوالاتی بوده که در طول تاریخ همیشه پرسیدن که آدمی در کنار خداوند چه جایگاهی دارد، این بی نهایت چگونه من با نهایت رو در کنار خود حفظ میکنه، یا بلکه مثل یک موج قوی میاد و من رو میشوره و میبره و دیگه اثری از وجود من باقی نمیگذاره. پاره از اکسیستانسیالیست های ملحد یعنی الهادی اینها خب همین حرفشون بود، میگفتن اعتقاد به خدا در واقع نفی خیشتن است. برای اینکه خدایی به این بزرگی که همه جا رو پر کرده دیگه نمیگذاره که من بمانم، ولذا زیر پای اون خدا ما له میشویم و این رو غیر اخلاقی میدونستن و معتقد بودن که خدای بی نهایت اخلاقا مضر است، چون آدمیان رو هیچ میکنه، پوچ میکنه، تهی میکنه، نفی میکنه و حقیقتشون رو و اصالتشون رو از اونها میگیره و به جای صفر ما رو به صفر میرساند. او صده و ما اصلا حق اظهار وجود نداریم. این البته این هم یکی از همون نکته های خیلی ظریفه که از همون پارادوکس های خیلی رازآلوده که در کنار خداوند ما چه جایگاهی داریم و با اختیار او برای ما اختیاری هم باقی میمونه، یا ما به فرضم که بمانیم یک موجود مچاله شده مجبور در دست یک موجود مقتدر. به قول مولانا در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح‌ها را می‌کند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا هم خوی من تا ببینی در تجلی روی من. خب این شیر نر خونخواره واقعا هم اگر این چنین باشه فقط یا شما رو به تسلیم وامی داره، یعنی برای شما هیچ اختیار و اراده‌ای باقی نمیذاره، و یا اصلا شما رو از میون برمی‌داره، اصلا برای شما اثری از شما نمی‌مونه. این از همون جاهاییست که باز قصه خیلی ظریف میشه. من یک نکته اینجا میگم، میدونم که ذهن همه دوستان به این مسئله بالاخره در لحظاتی از عمرشون مشغول بوده. قصه جبر و اختیار قصه ای نیست که آدمیان رو رها کند، از فجر تاریخ بشریت این بوده و بعید میدونم که کسی بتواند ادعا کند که این مسئله رو حل میکنه. یکی از چیزهایی که به نظر من بر آشفتگی این امر افزوده این تعبیری است که فرنگی‌ها
اختراع کردن، فری ویل، اراده آزاد. در فیلسوفان مسلمان، در فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی در حدی که من دیدم هیچ جا چنین تعبیری به کار نرفت. این تعبیر خیلی مدرنه و خیلی هم راهزن و غلط اندازه، بسیار غلطه. فری ویل، اراده آزاد، و بحث میکنن که آیا ما اراده آزاد داریم یا نداریم. بعد هم به سه سوت ثابت میکنن که اراده آزاد نداریم، و راست هم میگن اراده آزاد نداریم، و بعد هم نتیجه میگیرن که پس اختیار نداریم. ببینید کلمه اختیار در عربی و خب در فارسی هم ما به کار، اصلا به معنای اراده آزاد نیست. هیچ فیلسوفی این تعبیر رو به کار نبرده، نه اینکه از اراده خبر نداشتن، که داشتن، اما اختیار رو مساوی با اراده آزاد نگرفتن. یا کلمه انتخاب رو به کار می بردن، یا همین اختیار رو به کار می بردن، و اگرم بحث از اراده می کردن در جای خودش چه نقشی داره در عمل، اما اینکه بگن دو جور اراده داریم، اراده آزاد داریم، اراده غیر آزاد داریم، اگه آزاد شد اختیار، اگه آزاد نشد جبر، همچی حرفی نمی زدن. و من نمی دونم این رو کی این رو اختراع کرد و با این اختراع غلطش ذهنها رو به اضطراب افکن. آخه اراده آزاد، آزاد از چی؟ ما چه چیزی اصلا داریم تو این دنیا که آزاد باشه، که اراده باشه؟ بالاخره هر موجودی معلول عللی است، در بند یک علل و شرایطی است. هیچ موجودی شما دارید، خدا رو بذاریم کنار، که این آزاد از عوامل دیگه باشه؟ مگه میشه همچه چیزی؟ هیچ چیزی تو این دنیا آزاد نیست. بنده و شما که اینجا نشستیم آزادیم از این درجه حرارت. خب یه ذره بره بالا همه ما عرق میریزیم، اگر بیاد پایین هممون میلرزیم. آزاد یعنی چی؟ این شرایط در روی همه ما تأثیر میذاره، روی اراده مون هم اثر میذاره. مهمترین چیزی که روی اراده ما اثر میذاره شخصیت ماست. اراده آزاد از شخصیت شخص نیست. یعنی چی؟ این آزاد از چی؟ از اولین حرف این سوال اینه، اراده آزاد، اینه آزاد از چی؟ بدیهی است و از این بدیهی تر چیزی نیست که اراده از شخصیت ما برمیخیزه. لذا آزاد از شخصیت ما نیست که هیچی 100% تحت تأثیر اوست، برخواسته از اوست. اینطور نیست. من اگر یه آدم پاکی باشم، اراده های پاک و نیک میکنم، اراده من تابع شخصیت من. اگر آدم ناپاکی باشم، آدم بدجنسی باشم، خب اراده های بد میکنم، بدیهیه. لذا اراده که از شخصیت من آزاد نیست. من اگر میخوام اراده خوب کنم، باید برم شخصیتمو درست کنم. اگه شخصیت من پاک و سالم و صحیح شد، خب اراده که تابع اوست و بایدم تابع باشه. اگه اراده آزاد از شخصیت من باشه، من هرچی رو شخصیتم کار کنم چه فایده داره؟ اراده که آزاد از منه، واسه خودش راه خودشو میره، چه حرفی شد؟ من به این دلیل روی شخصیت خودم کار میکنم و سعی میکنم که اگر بتوانم یک فضائلی رو در جانم بنشانم که میدانم این رو اراده من تأثیر میذاره، روی تصمیم من تأثیر میذاره، و خود به خود اراده من همون رنگ رو میگیره که شخصیت من میده. یعنی این همون بحثیست که ما در هنر هم میکنیم. دیدی که یه میگن هنر متعهد، یه میگن نخیر هنر غیر متعهد. از همون وقتا که این بحث مطرح بود و من میشینیدم و میخوندم، برام این سوال بود که اصلا این تقسیم بندی بیوجهیه. هنر مثل اراده تابع شخصیت هنرمنده. ما هنر آزاد نداریم. هنر همیشه از یه شخصیت برمیخیزه. تا این شخصیت چگونه باشه، جهان رو چجوری ببینه، خودش رو چجوری شکل داده باشه. شعر تابع شخصیت شاعره. حالا بنده که بالاتر از اینا رفتم، گفتم وحی هم تابع پیامبره، برای اینکه اونم جوششی از ذات پیامبر است. هنر هم همینطور، اراده هم همینطور، اخلاق هم همینطور. لذا ما اراده آزاد نداریم، همون بهترم که نداریم، چون اراده آزاد از شخصیت نیست و من هر چه در این انبان شخصیتم بریزم در اراده من متجلی خواهد شد. پس ببینید قصه اراده آزاد بذارید کنار برای فهم اختیار.
اختیار ما کی میگیم ما اختیار داریم، کی رضایت میدیم؟ همیشه ما در این مثالهای عادی شما اگر دقت کنید کلی چیز از اونا یاد میگیرید. خیلی وقتا به کسی وقتی که میگی تو این کارو کردی، میگه نه والا من خودم نبودم، نفهمیدم، نشد، فلان چیز نگذاشت. گویی که اگر ما خودمون یه کاری رو بکنیم دیگه اختیار داریم، اما اگر یه چیزی عاملی آمد جلوی این خود رو گرفت، اونگاه ما مجبوریم. این به نظر من بهترین بیان اختیاره. حتی اینکه مولوی در مثنوی میگه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، اینم چندان دقیق نیست. ممکنه دلیل اختیار باشه اما تعریف اختیار نیست، چون خیلی اختیار رو اینجوری، فیلسوفان تحلیلی مغرب زمین هم همینطوری میگن که فعل اختیاری فعلی است که شما بتونی غیر اون هم بکنی. اگر نتوانی غیر اون انجام بدی، معلومه که مجبور بودی دیگه، یک راه بیشتر در پیش تو باز نبوده. به نظر من اینا در مقام تعریف هم خطا میکنن. من اینجا به جنگ با خیلی ها برخواسته، اما یعنی شما نمیدونید اگر بدونی که چه میدان جنگیست اینجا، و من شمشیر رو گرفتم کیا رو دارم تار و مار میکنم. ولی خب حالا این فضای آرام به ما اجازه میده که صحبت کنیم، چون در هر نقطه اینا اینجا یه لشکر وایساده و با شمشیر و نیزه و زوبین، بلکه با هواپیماهای سوپر چی میگن استاندارد اونجاها، و چون بسیار زمین مینگذاری شده ایست، بسیار زمین مینگذاری شده ایست. و شما همیشه شک کنید به یک کسی که میخواد توی 20 دقیقه این قصه رو حل کنه، یعنی این همه لشکریان رو شکست بده، از این زمین مینگذاری شده عبور کنه. اما خب به هر حال اینم یک راهیست دیگه، هر کسی هم بخواد دری به گشایت بعد ناچار از این مسیرها عبور بکنه. اینا فقط خوراکیست برای فکر، یعنی خودتون فکر کنید. من اینجا ادعا نمی کنم که راه حل نهایی رو به شما میدم، گرچه اون چی که میگم چیزیست که برای خود من آرامش خاطر آورده است، یعنی احساس میکنم که به این حرفا میتونم تکیه بکنم. و وقتی که از اختیار سخن میگم، اولا بفهمم دارم چی میگم، و ثانیاً وقتی از اختیار دفاع میکنم، دفاع ریاکارانه نباشه بلکه حقیقی باشه، یعنی واقعاً یه چیزی به نام اختیار رو من فهمیدم و همون رو هم برای شما میگم و فکر میکنم که اون حقیقت داره و در این حال با وجود خداوند هم قابل جمع. یعنی این مهمه، چون برای یک الهی و یک موحد ماجرا حتی ابعاد بیشتری هم پیدا میکنه. برای یک غیر موحد و غیر الهی، خب این که آیا وجود ما و اختیار ما با اختیار خداوند منافات داره اصلا مطرح نیست، خیالش راحته از این بابت. اما در عالم توحید هم خدا رو شما به میان بیارید، هم انسان رو، و این دوتا رو کنار هم بگذارید بدون اینکه یکی لگد بگذاره روی دیگری و او رو له بکنه، خیلی great task، خیلی کار عظیمی است. این کار رو باید کرد. خب فیلسوفان ما هم کوشیدن. ببینید، این کنم یا آن کنم اختیار نیست، یعنی بهترین تعریف اختیار نیست. این که شما به جای این فعلی که انجام دادید اگر می توانستی فعل دیگری انجام بدی، اونگاه به شما می توان گفت مختار، این هم بهترین تبیین از اختیار نیست. این دومی که گفتم، این در واقع شایع است اینجا میان فیلسوفان مغرب زمین. پس اختیار چیه؟ اختیار این است که شما یه فعلی رو خودتون انجام بدید، همین رو بس، به همین سادگی. یه وقتی و وقتی که خودتون انجام میدید، نشانش هم اینه که شما رضایت دارید به اون، راضید از این که این کار رو کردید. پس اگر فعلی رو خود من انجام بدم با رضایت خودم، این میشه فعل مختارانه. و به این دلیلم هست که ما وجود مختاریم. اختیار یه چیزی نیست، یه صفتی نیست که بر ما افزوده شده باشه. ساختمان ما یه جوریست که ما رو مختار میکنه. چون من دیدم بعضی ها فکر میکنن که اختیار یه چیزیست مثل علم، مثل قدرت، مثل چیزهای دیگه که جزو اوصافیست که بر ما افزوده میشون. نه، اینطوری نیست. ما رو یه جوری ساختن، ما اصلا مختاریم، برای اینکه میتونیم یه کارهایی رو خودمون انجام بدیم. همین و بس، همین و بس. چون هر وقت از یک کسی بگویی که فلان کارو چرا کردی، میگه من نبودم.
من نبودم، دست من نبود. یعنی اگر دست من بود من قبول میکردم که مختارانه انجام دادم، اما چون دست من نبود، پس اگر عاملی شما رو نشکند، یعنی خود شما رو ویران نکند، تحت قهر قاهری شما مقهور نشید، خودتون اینتکت یعنی سالم درست و ناشکسته باقی بمانید و با او اراده کنید، امری را اختیار کنید، شما 100% مختارانه کار کردید. عوامل دیگه میان و این خود شما رو چیکار میکنن؟ بارور میکنن، ولی خود شما رو نمیشکنن. اگر عاملی آمد شما رو شکست، شما مجبورید. اما اگر عاملی آمد و تازه شما رو شکوفا کرد و به عمل واداشت، این اختیاره. ببینید مثال میزنم براتونی، کسی از شما دعوت میکنه که شما به منزل او برید، البته اگه این دعوت نبود شما منزل او نمیرفتید، ولی این دعوت اختیار شما رو نمیشکنه، شما خودتون این دعوت رو میپذیرید و اونجا میرید. اما یک کسی میاد و یک کلتی در روی شقیقه شما میگذاره که چنان کنید، چنان بگویید، چنان، اگر نه که جانتون رو باخته اید. شما ممکنه اینجا همونی که اون میخواد بکنید، ولی این دیگه خود شکست است. شما این کار رو نمی کنید، یک کس دیگری درون شما داره این کار رو میکنه. بعد شما دوباره که به خودتون برگشتید خوبی از آن میکنید، همه هم از آن میکنن. فرق بین اختیار و غیر اختیار این است، کاری رو خود من کرده باشم یا خود من نکرده باشم. ما در بسیاری از موارد در زندگی البته خودمون نیستیم. من یه درس اخلاق میدادم در دانشکده الهیات سالها پیش و این به صورت کتابی هم شده ولی هنوز چاپ نشده، عرض می شود که در اونجا من علم اخلاق رو اصلا بر خود بنا نهاده بودم، نه بر افعال، اونطوری که نزد اخلاقیون رایجه که همیشه راجع به نیک و بد اعمال بحث میکنن. و اینکه ما یه خود داریم، تا وقتی که خودیم مختاریم و اخلاقی عمل میکنیم، یعنی مسئولیت داریم. وقتی که خود ما از ما ستانده میشود، اونگاه ما مجبوریم و افعالمون مجبورانه است و به پای ما هم نوشته نمیشود. و به همین سبب بسیار مهم است که ما چگونه خودمون رو سامان بدیم، چون بعداً اراده ما توسط او سامان میپذیره. خیلی خب، اگر اینطوری باشه که من در اختصار و فشردگی تمام این رو گفتم و در واقع سخن من تا حدودی هم یه جاهای منافات با سخنان مولانا هم داره، پس که وقتی به اونجا رسیدیم من این نکته رو هم توضیح بدم. حالا شما ببینید، خداوند یه خودی خلق کرده است، البته خودش در همین این خود حاضر است، ولی هر فعلی که این خود انجام بدهد مختارانه است، برای اینکه نمیتونه مختارانه نباشه، چون تعریف اختیاری نیستش که از خود صادر بشود. این خود رو گاهی نیک خلق کرده، گاهی بد خلق کرده. اوج اختیار اونجاست که شما بتوانید خودتون رو تغییر بدید و با تغییر دادن خودتون اراده خودتون رو هم تغییر بدید. لذا اختیار آدمی در قله خودش وقتی ظاهر میشه و متجلی میشه که آدمی مشغول تغییر دادن خودش بشه، به جای اینکه بگذاره دیگران او رو تغییر بدن یا او رو بشکنند یا چهره روح او رو عوض کنند، به دست خودش این تغییر رو بیافرینه، که در واقع همون اسیانیست که آدمی علیه خودش میکنه، توبهیست که میکنه، ترانسفورمیشنیست که در وجودش پیدا میشه، همون ایمانیست که تعریف شده است و در مواردی هم آدمی از عهدش بر نمیاد، کمک دیگری حاجت داره. ولی در تمام این موارد وقتی که خود شما تغییر یافت، دوباره یک موجود مختار تازه‌ای پدید آمده که حالا چون با این خود اعمال تازه انجام میده، اون اعمال هم دوباره اختیاری است. اگر شما به این دیدی که من میگم نگاه کنید، اتفاقا دنبال باید چراغ برداریم، دنبال جبر بگردیم. ما اصلا مختاریم، ما کارامون رو مختارانه انجام میدیم. اگر میبینیم که یه کار بدی میکنیم چون خودمون بدیم،
نه اینکه خودمون خوبیم به جبر اراده های بد میکنیم، خودمون بدیم و اگرم میبینیم کار خوبی میکنیم چون خودمون خوبیم و لذا ارادمون هم خوب از آب در میاد. اکثر مردم چنین تصور میکنن که خودشون خوبن اما یه عواملی باعث میشه که اراده های بد بکنن و لذا میگه من نبودم این کار که، نه خیر، خیلی جاها خود شما بودید، همون اراده حضرت عالی هم بود که از ذات مبارکتون صادر شد و لذا مسئولش هم خود حضرت عالی هستید. اگر میخواید اراده های بد نکنید برید خودتون رو عوض کنید، اون وقت اراده های خوب خواهید کرد، نه اینکه هی بشینید دنبال اینکه یه عواملی باعث شد من این کارو بکنم، یه عواملی باعث شد، نه خیر، اون عوامل خود شمایید که باعث شدید. توجه میکنید اون عوامل خود شمایید که باعث شدید که این چنین بکنید یا اونچنان بکنید. این خیلی نکته مهمی است که افراد قفلت میکنن ازش که بابا در کنار همه این عوامل یه خودی هم اینجا نشسته که فاعله. عوامل به تنهایی کار نمیکنن، شرایط به تنهایی کار نمی... همه اینا میان میریزن توی مخزنی که اون مخزن اسمش خوده، نه اینکه این عوامل فارغ از من بیان یه مرتبه کاری کنن فعلی بر دست من جاری بشه، اینطوری نیست که، میان خود من رو تحت تأثیر قرار میدن و اونگاه خود من کار رو انجام میده و چون خود من انجام میده قطعا مختاران است. اما این خود به دلیل ضعفش یا قوتش، گاهی مقاومتش کمه گاهی مقاومتش زیاده در مقابل عوامل بیرونی، همه جا هم البته در مقاومت موفق نمیشه، گاهی میشکنه، انقدر عامل بیرونی قویه که میشکنه، اونجاست که میشه که فعل او دیگه اختیاری نیست، یعنی در واقع یکی دیگه داره این کار رو میکنه، او نیست که این کار رو میکنه و لذا جبر عارضی است، اختیار ذاتی است و واقعی است، یعنی چون ما خودی داریم اختیار با ماست، جبر عارض بر وجود ما میشود و این امر عارضی و عرضی رو ما میتونیم دفع کنیم، میتونیم کم کنیم. حرف من این نیست که ما هیچ وقت مجبور نیستیم، هیچ وقت تحت اجبار قرار نمیگیریم، چرا میگیریم؟ حرف من این است که یه موجود مختاری است که تحت جبر قرار میگیره، نه اینکه یه موجود مجبوری است که تحت جبر قرار میگیره. موجود مجبور که دیگه لازم نیست تحت جبر قرار بگیره، از اول دیگه مجبوره، نه، یه موجود مختاری است که اختیار ذاتی اوست، درونی اوست و این اختیار گاهی ضعیف میشه یا در محاق میره یا چیزی میاد او رو موقتا میشکند، خرد میکند، اما تا دوباره شخص از جا برخیزه اختیار خودش رو میتونه به دست بیاره و روی خودش اگر کار کنه میتواند موجود مختاری بشه که افعال نیکوتر از او سر بزنه. نسبت خداوند با این موجود مختار چه؟ خالق این موجود مختاره، خیلی روشنه، خالق این موجود مختاره، در کنار این موجود مختاره، بلکه اختیار یکی از بهترین تجلیگاه‌های خداوند است. شما اگر به یاد داشته باشید من وقتی که در باب اقبال لاهوری اینجا سخنی میگفتم این رو عرض کردم، یکی از حرفای مهم اقبال لاهوری این بود که ما یادمون رفته که ما مخلوق خداوند هستیم که خودش مختاره و اختیارش رو به ما هم داده، اختیارش رو به ما داده. خیلی این حرف مهمی است. مهمترین ایراد و اشکالی که اقبال به صوفیان میگرفت، میگفت صوفیان در واقع ماها رو موجودات مجبوری کردن، یعنی ظواهر کلام بسیاری از اونا این استش که هرچی خدا بخواد ما چی کاره ایم. سخن اقبال دقیقا این بود که نه، خداوند مختار ما رو مختار آفریده و اختیار ما بهترین تجلیگاه اختیار خداوند است و اصلا چون او مختاره ما هم مختار شدیم. خدا چرا مختاره؟ برای اینکه گاه این کارو میکنه گاه اون کار، اتفاقا نه، به لحاظ فلسفی اینطوری نیست، خداوند کاراش خوب معینه که چی کار میخواد. خداوند مختاره چون خودش هر کاری رو میکنه، هیچ موجودی بالا سر او ننشسته. تعریف اختیار در خداوند این است، هیچ موجودی بالا سر او نیست، هیچ قاهری نداره، چون خودشه رضا هم مختار است، گرچه که واجب الوجود است. اینا از اون نکته های خیلی باریکه که در اینجا من امیدوارم در روش فکر کنه. اگر ما
خودمون کاری رو بکنیم بدون اینکه کسی بالا سر ما نشسته باشه، 100% ما مختاریم. و این خداوند بالا سر ما ننشسته که ما رو مقهور کنه، این خدا اختیار ما رو خلق میکنه. ما اشتباهی که میکنیم که میگیم اگر خدا باشه ما از بین میریم، نه ما از بین نمیریم. اگر یه موجود قهاری باشه که وجود ما رو خرد کنه اختیار ما از بین میره، ولی اگر یه موجود قهاری باشه که اختیار ما رو خلق کنه نه اینکه سلب کنه، در اون صورت ما در کنار خداوند نه تنها مجبور نمیشیم، مسلوب الاختیار نمیشیم، بلکه مختارتر هم میشویم. یکی از بزرگترین گیفت ها، هدایایی که خداوند به ما داده همین اختیاره، که شاید آیه قرآن که میگه ما امانت رو به آدمیان دادیم، کوه، دریا و آسمان و زمین نپذیرفتن و انسان پذیرفت، یه عده این رو تفسیر کردن به اختیار. این امانتی است که خداوند به ما داده، یعنی گویی که از مخزن خودش، مخزن اختیار خودش، یه پاره ایش رو برداشته و به ما داده، گفته این امانت در اختیار شما و این امانت رو درست مصرف کنید. یعنی با اختیار شما میتوانید خیانت کنید، میتوانید هم امانت داری کنید. لذا این مخزن اختیار رو که پاره ایش رو در نزد ما نهاده، به امانت نهاده، انتظار داره که ما در این امانت خیانت هم نکنیم. انه کان ظلوما جهولا، ولی آدمی علل عموم فرمونش به طرف پایین میکشه. اینم جز تصدیقات مهم قرآنی است. این یادتون باشه، من بازم اینو براتون گفتم، البته این بحث تفسیری است، که در قرآن هیچ پپسی برای آدم ها باز نشد، هیچ تعارف نشده، جلو پاشون هم کسی بلند نشده و تعریف و ستایش بی جا هم نشده. تقریبا جز اصل خلقت ما که ما مکرمیم نزد خداوند، چون یک اخگری هستیم از اون آتش فشان وجود خداوندی، بقیهش همش این است که آدمی میل به پایینی داره. اگه ولش کنن سر میخوره میره پایین، خودش این چنینه، اگر رهاش کنن لیز میخوره میره پایین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انواع صفتهای منفی برای انسان در قرآن آمده است. به همین دلیل ما اگه رو خودمون کار نکنیم، این ذات ما که گرایش به سفل یعنی به فرودستی داره، دائما اراده های بد جنریت میکنه، کارهای بد از ما سر میزنه. اولین کاری که میکنیم باید این خود مختار رو ما اصلاحش بکنیم، اونگاه بی اختیار کار نیکو از او سر میزنه. اخلاقیون و به تبع ارسطو اصلا فعل آدم نیک رو اینجوری تعریف میکردن، میگفتن آدم نیک کسی است که فعل نیکو از او به روانی و به فراوانی سر بزند. به روانی و به فراوانی، یعنی چنان روان باشه در کار خوب که گویی دیگه حاجت به اراده نداره، اصلا این ذاتش اینو تولید میکنه. میگفتن مثلا انسان سخی کسی است که سخاوت کند به روانی، نه با تکلف و زحمت، و به فراوانی، نه یه دفعه. ما یه کسی که تو عمرش یه دفعه سیگار کشیده که بهش نمیگیم سیگاری، یه کسی که چنان دیگه سیگار میکشه که معتاد شده دیگه، اینو ما میگیم سیگاری. آدم سخی کسی نیست که یه دفعه حالا به زور یه کار سخاوتی، نه، یعنی به فراوانی. این همون اختیار آدمی است. در واقع دقیقاً اختیار به همین صورت تجلی. آدم بدم همینطوره. آدم بدم کسی است که بدی از او به روانی و به فراوانی سر بزنه. کسی یه بار دو بار یه کار بد کرد که ما به اون نمیگیم خبیث، نمیگیم آدم شریر. اما متاسفانه اگر فراوان از او سر زد و دیگه راحت کار بد میکنه، مثل کسی که راحت دروغ میگه دیگه، اینو بهش میگیم دروغگو. نه کسی که یه دفعه حالا در چه جایی و چه شرایطی مثلا مجبور شد یه دروغی بگه. هر دوتاش روانی و فراوانی توش نهفته است، قید شده. این روانی و فراوانی علتش این است که نفس آدمی جنریت میکند، این افعال رو با اختیار هم تولید میکنه. و اختیار دقیقا همون جاییست که شما تکلف نمیورزید که اراده کنید،
اراده کردن برای شما سهل شده، نفس شما خیلی به راحتی این عمل رو انجام میده. نفس شما، نفس مختار شما در کنار خداوند مسلوب الاختیار و اراده نمی شود، بلکه خداوند خلق اراده می کند و در کنار شما ایستاده است و بلکه اختیار شما پرتو از اختیار خداوند است. وجود شما رو هم قهر نمی کند، یعنی نمی کوبد که شما از بین بروید، له بشید، به صفر برسید، بلکه اتفاقا به دلیل اینکه مقوم وجود شماست، به دلیل اینکه قیوم است، یعنی برپا نگه دارنده وجود شماست، شما رو سرپا نگه می‌داره، نه اینکه زمین بزنه و به زانو در بیاره، تا شما با اختیار خودتون کار بکنید. خیلی خوب، ما یک کلاس کلامی رو اینجا در واقع گذراندیم، از مولوی قدری فاصله گرفتیم، امیدوارم که روح این بزرگوار از ما راضی باشه و همچنان امیدوارم که پاره ای از ابهامات و سوالاتی که در ذهن دوستان بود رفع شده باشه و حالا البته میتوانم من بعضی از سوالات دیگر رو هم بشنوم و اگر لازم بود توضیح بدم، اما همینجا بگم ما این بحث رو اینجا به پایان میبریم، یعنی مثنوی رو دنبال باید بکنیم. اگر به قول مولانا گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما سقایی میکنیم از کوزه و سبوی مولانا، لذا اون رو فرو نمیذاریم. مع الوصف چون پیش آمد خوش آمد. حالا هم دوستان بفرمایند و السلام علیکم و رحمت الله. در واقع افعال انسان رو یه جلوی توجیه میکنن، یعنی افعالی که از انسان سرمیزن مثلا روانشناس و میان اینا رو توجیه میکنن و با برپایی برمون یک نتیجه گیری میکنن و یک مسائلی رو در انسان حل میکنن. شما اینو چجوری قابل جمع‌بندی میکنید با اختیار و اون فعل اخلاقی هم که اگه شما بسیاری از فلاسفه به این اعتقاد دارن که باید بر پایه آزادی باشه که بشه اخلاقی حسابش کرد، ولی از این برم داریم که مثلا یک سری با قول معروف علت باعث میشه که ما یک فعلی از ما سر بزنه. میدونم یکم پیچیده ترش میکنه ولی اگه میشه نه پیچیده تر نمی کنه. این همون حرفیست که همه میزنن، میگن که علت هایی داره که بنده این کار رو میکنم اون کار رو میکنم. بنده هم قبول دارم، ولی یکی از این علت ها خود من. ما فراموش میکنیم که یه مایی هم در این میان هست. علت ها مستقیما نمیرن یه کاری رو بکنن، میان از وجود من رد میشن، عبور میکنن و این وجود من بین علت ها شکل میده، مقابل بعضی ها میایسته، بعضی رو راه میده تو، بعضی ها رو مکیف میکنه، یعنی تغییراتی در او ایجاد میکنه. اینکه عللی وجود داره حتما همینطوره، اما اینکه آدمی اینجا علت العلله و یا اقلا یک جزء از اجزای این علله، اینو ما فراموش میکنیم. این عوامل میاد رو من کار میکنه. ببین یه منی هست اینجا، این رو ما یادمون نره. یه کسی میاد مثلا به من دشنام میده، منو عصبانی میکنه و بعد من در اثر عصبانیت عکس العملی نشون میدم، بعدن هم شاید ممکنه پشیمان بشم، بگم که بهتر بود این کارو نمیکردم، بعد هم پیش خودم عذر بیارم برای خودم یا برای دیگری که خب تقصیر من نبود، او یه چیزی گفت منو عصبانی کرد. ببینید من اینجا یادم میره، میگم او یه چیزی گفت منو عصبانی کرد، یه منی این وسط هست. این من اگر جور دیگری بود ممکن بود عصبانی نشه، توجه میکنید؟ یه منی هست در مقابل همون دشنام عصبانی میشه، از کوره در میره، یه منی هست که آروم مینشینه. هر دوتا در مقابل این عامل بیرونی قرار میگیرن. در هر دو جا هم میگم در من اثر گذاشت. این من شما یادتون نره. حالا شما فرض کنید که این عوامل هم نبودن یا کم اثر بودن، خود شما اقدام کردید به انجام دادن یک کاری. خب وقتی خودتون در میانید شما مختارید. اونجا هم که من عصبانی میشم این فعل مختارانه است، فکر نکنید من مجبورم، بالاخره من عصبانی شدم و من عصبانی داره یه کاری میکنه. این کار اختیاریه، این کار اصلا اجباری نیست، مگر این که اون فشار بیرونی اونقدر باشه که منی باقی نماند. یه مواردی اینطوری میشه دیگه،
یعنی اصلا شما ذهنتون کار نکنه دیگه، اصلا از بین برید. گفتم مثل این که شما رو تهدید میکنه، یا به قول مولانا پیش شیری آهوی مدهوش شد. یه آهوی مواجه با شیر میشه، خشکش میزنه، اصلا هیچ دیگه اراده ای نداره، نمیفهمه اینجا چه کار باید بکنه. خشکش میزنه و وای میسه سر جاش، بهترین شرایطیست که طعمه شیر بشه، ولی چون خودش دیگه رفته، به قول مولوی هستیش در هست او روپوش شد، خود او رفته تحت شعاع خود شیر قرار گرفته و به این ترتیب آهویی نمونده اصلا. خب حالا اون با یک انگیزه های عرفانی اینو میگه. در رفتارهای بشری اگر عامل بیرونی مثل همین شیر و آهو باشه که دیگه آهویی نمانه اصلا، بله هر فعلی سر بزنه اون مجبوران است. اما اگر کسی در مقابل من عملی کرد، حالا هر چی که میخواد باشه، حالا اون کسی این کار رو بکنه یا عامل طبیعی باشه، عامل انسانی باشه، هر چی میخواد باشه، مادامی که من میگم من این کار رو کردم، او مرا عصبانی کرد، او مرا برانگیخت، من در این وسط وجود داره و این من همون عنصری است که اختیار رو با خودش میآورد، مگر اینکه من اصلا محو شده باشه. اون مال یه شرایط ویژه است. به همین دلیل گفتم اصل اختیار است، جبر یا عرضی است که روی این اختیار می نشینه. من اینکه شما فرمودید که این رو بد معنا کردن، حالا شما خودتون چه اختیار چه معنا می کنید؟ اختیار رو از کردم فعلی که از خود سر بزنه. بله چند بار اینو گفتم، یه خودی موجودی اگر یه خودی داشته باشه، مادامی که خودش محفوظه، چیز خودی که الان شما معنی که داری میگه، اینا مشکلش تو منه. این اون من مجموع کارهایی که دارم انجام میدم میشه من. یعنی الان مثلا من اگر تو مغزم یک تومور رشد بکنه، بیهیویر من تغییر پیدا کنه، شما میگین که خب این دیوانه شد، در حالی که دیگه کارهای من، شخصیت من عوض کرد، اون شخص عوض کرد یه چیز دیگه. آره دیگه اینجا شما مجبوری، چون نه همین، چون خود شما رو عوض کرد. اونو میبینین تو مورو، میتونین بگین که خب مثلا این واضحه، ولی خیلی چیزاش که نمیبینین اونم همه حالت ایجاد میکنه، ولی ممکنه بشه که واضح نشدی. مشکل اینجاست که اون من رو اینا دارن ایراد میگه. نه من رو ایراد نمیگیرن. ببینید مشکل مصداقیه. ببینید این تعریف خیلی تعریف مهمیه، که فعلی که خود انجام بده، این فعل مختاران است، نه اینکه فعلی که فری ویل باشه. من سوال شما رو متوجهم، شما میگید یه جاهایی معلوم نیست که خودی باقی مونده یا باقی نمونده. بسیار خوب، ما بحثی نداریم. ما صحبتمون نبودش که ما میتونیم همه موارد رو تشخیص بدیم که کی مختاره کی مجبوره. بحث من این بود که ما اختیار داریم تو این عالم، معنی داره و ذاتن هم مختاریم، مگر اینکه چیزی بیاد این اختیار رو منحرف کنه. اما اونایی که میخوان از جبر دم بزنن، اونا میگن ما اختیار نداریم، همه جبره. حرف من این بود که بله یه خودی هست، یه منی هست و این من فاعله، فاعلیت داره، چنین چنان، و هر جا هم که با فاعلیت خودش وارد میشه در واقع مختارانه انجام میده، و اختیار یک ساختار ما اختیاری است. چون اونایی که فری ویل میگن که انهو یه چیزی به ما باید اضافه بشه تا ما مختار، نه ما خودمون این چنین که هستیم، اختیار یعنی مختاریت، درست مثل ملا صدرا که میگفت حرکت یعنی متحرکیت، یعنی یک حالا تعبیرات فلسفی که معقول ثانیست، یعنی از وجود ما انتزاع میشه این مختاریت، نه اینکه یک جزئی از وجود ما باشه، و اون همون آنچنان بودن خود ماست و شخصیت ما، این همون مختار بودن ماست. وقت جبر به این اضافه میشه، گاهی و گاهی هم نمیشه، عارضش میشه. اما اینکه کجا اینطور شده، یه جاهای البته ما موارد متشابه بوردر لاینه، مثل هر چیز دیگری در این عالم که شما میدونید مریض چیه، سالم چیه، یه جاهای هم بوردر لاینه که آدم درست نمیدونه بگیم مریضه بگیم سالمه. حیات ما میدونیم چیه و جماد هم میدونیم، یک بوردر لاین هایی هم هست که واقعا ما نمیدونیم الان ویروس ها رو بگیم حیات دارن یا حیات ندارن. اونا مشکل مصداقیه.
و بعد مشکلات مصداقی همه جا وجود داره، اما توی اصل پرینسیپل هیچ تأثیری نمیذاره. ببینید سخن من در این بود که وجود ما ذاتاً نه عرضاً مختار است و جبر عارض او میشود گاهی، و تعریفش هم دادم که جبر وقتی است که خود میشکند. حالا به تعبیر شما یه توموری مثلا رشد میکنه، جنبه فیزیکی ظاهریشه یا یه چیزا عوارض داخلی که نمیبینیم، این خودو اصلا برمیگردونه، عوض میکنه. بله این همون تعریف بنده است که دیگه خودی اینجا نمونده، این وارد یه دنیای دیگری میشه. چند جلسه اخیرتون واقعا روشنایی بسیاری امیدوارم کرده و در این حال خوب سوال دیست. تاریکی هایم آورده بر تاریکی که نه سوالاتی بیشتر برای شما گفتین، من این سوالات جواب دادم کاملا درست هم، ولی خب سوالات همیشه بیشتر پیش میاد. یه نکته که میخواستم بگم این مسئله، من فکر کنم ما داریم راجع به مسئله کانشسنس صحبت میکنیم و این الان توی دنیای امروز راجع به روتیشن آف کانشسنس صحبت میشه که توی این روتیشن آف کانشسنس به شخص آموزش میدن که در هر نقطه ای از مکان و زمان که عملی از ما سر میزنه، یا اینو به صورت اینجور میگم، میگن که یک استیمولای هست، این استیمولای همیشه یک ریسپانسی رو در برده و این فاصله خیلی بیشتر موارد ما یک ریسپانس اوتومات داریم نسبت به مسائل و هر چیزی که پیش میاد، و این فاصله که بین استیمولای و ریسپانس هست، اون فاصله رو شخص بتونه ایجاد بکنه و اون فاصله رو بتونه گسترش بده که بتونه یک حضور بیشتری پیدا کنه، یک احاطه بیشتری پیدا بکنه، به جای اینکه این همه چیز به حالت خیلی اتومات و یکمی شاید حالت آن کانشس داشته باشه، یعنی اون لیبل کانشسنس رو بتونن بیشتر کنن که و پس روتیشن آف کانشسنس. نه خوب گفتید، در واقع همون خودسازیه دیگه، یعنی بس. شما در بس. حقیقت سخنتون این هستش که من چنان باشم که یه محرکی که وارد میشه من پرامپتلی، یعنی یه دفعه عکس العمل نشون ندم، این بره هضم بشه، پروسس بشه و فاصله بین این محرک و عکس العمل به قول شما بیشتر بشه. درسته این، البته این همون ظرفیتی است که آدمی در خودش ایجاد میکنه تا اینکه به اصطلاح دست خودش در نره کاری که میخواد بکنه. آیتون خیلی متشکرم. من داشتم به عطیم فکر کنم این سوال برگره به فلسفه اخلاق و این حرفا. گفتید که بدی و خوبی، یعنی اعمال به خودی خودش معنی ندارن، بد نیستن، خوب نیستن، حسن و خوب ندارن، معنا اعمال وقتی سر میزنن از آدم ها وسیب اون آدم دارن. و بعد فرمودید که آدم های خوب کارهای خوب انجام میدن، آدم های بد هم کارهای بد انجام میدن. آدم های خیلی خوب به فراوانی و به کرات و به روانی کار خوب انجام ببرن. حالا من پاکم که آدم های خوب که به فراوانی و به کرات کار خوب انجام میدن باید این نظام اخلاقی تو ذهنشون باشه یا توی یک نظامی پرورش بده کرده باشن، رشد نمو کرده باشن که بدونن کار خوب چیه که اون کار خوب انجام بدن و به عکس. حالا یه آدم کجا به دنیا آمده، تحت چه سیستمی، چه مکتبی تربیت بده کرده، ممکنه من تو آلمان بزرگ شده باشم، یه نظام اخلاقی داشتم دیگری توی فرانسه یا توی ایران جور دیگه. برای این نظام های اخلاقی متعدد ممکنه وجود داشته باشه. برای این ممکنه یه چیز یه جایی یه جای دنیا خیلی خوب باشه، مشروع باشه یه جایی دنیا، همچون که ما داریم میبینیم همطور هم هست نباشه. این یعنی شما خواهد بگید اخلاق جهانی داریم یا نداریم، یا اینکه اخلاق همش لوکاله و موضعی و منظورم سوال شما این بود. ببینید چرا اخلاق جهانی داریم، اخلاق جهانی یکی یا دو تا بیشتر نیست، و یکیش اینه که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگران روا مدار. همین جلسه یونسکو که اتفاقا در میان سخن آمد و ذکر کردم، موضوع اصلیش اخلاق جهانی بود، اخلاق جهانی بود، یونیورسال اتیکس، و این یونسکو تحقیقی کرده بود و قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه این تحقیق رو هم در اختیار همه ما قرار داد که در میان تمام
مردم جهان گشته بودند، حالا به ادعای خودشون، که ببینن چه اصول اخلاقی مشترکی وجود داره. دو تا چیز مشترک رو اونجا نوشته بودن ما پیدا کردیم. یکیش همین که آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری نپسند. همین که دیگه دستور عمل در خود انجیل هست، در قرآن این نیامده، اما در کلمات امام علی هست و در روایات اسلامی هم آمده و کلن حالا اینا که یه جستجو کردن تمام اقوام و ملل به این عقیده دارن و به نظر من واقعا این یکی از بهترین اصول اخلاقی است. اصلا قلب عدالت همینه که من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. در نهج البلاغه در همون نامه امام علی به فرزندش امام حسن که من شرح کردم دو جلد کتاب حکمت و معیشت، در اونجا اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، خودت رو میزان و ترازو قرار بده، هر چی رو که برای خودت میکشی برای دیگران هم بکش، اونی هم که نمیخوای اگه به خودت کم نمیفروشی به دیگران هم کم نفروش، و همینطور و همینطور. و این اصل اخلاقی است که حالا یه وقتی بعد راجبش مفصل صحبت کنیم اگر لازم افتاد. میدونید خوبیش چیه؟ اولا خیلی خیلی روشنه، یعنی اصلا شما رو بلا تکلیف نمیگذاره. شما دلت نمیخواد به شما کسی دروغ نگه، به کسی دروغ نگو. نمیخوای به شما کم بفروشن، به کسی کم نفروش. نمیخوای پشت سر شما غیبت کنن، پشت سر کسی غیبت نکن. نمیخوای از مال شما ببرن مال کسی. ببینید خیلی به نظر من روشنه. و این حکومت، شما آیا حکومتگران نمیخواین شما رو شکنجه بکنن؟ خب شما الان کسی رو شکنجه نکنید. ببینید چقدر فرمول ساده اپلیکبلیه که راحت شما میتونین رو جا بندازید. دومیش هم این که چیه؟ یه مقداری غرور و خودی ما رو هم ارضا میکنه. یعنی در واقع میگه خودتو بذار وسط، برخلاف خیلی از دستورهای اخلاقی که میگن خودتو نفی کن. این درست میگه خودتو بذار وسط، هر چی واسه خودت میخوای برای دیگری هم بخوا، هر چی برای خودت نمیخوای برای دیگری هم نخواه. البته اون اصل میدونید که دو تا صورت، یکی که هر چی برای خودت میخوای برای دیگری بخوا، یکی که هر چی برای خودت نمیخوای برای دیگری هم نخواه. این دومیش قوی تره. اون چه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. این یه اصل بود که اونا گفته بودن. اصل دومی که یافته بودن و اونجا آورده بودن این بود که هیچ انسانی ابزار نیست، انسان ها اندن، یعنی خودشون مقصدن. من شک دارم که این نزد همگان باشه، چون این یه اصل اخلاقی کانتیه. در واقع اونایی که با فلسفه اخلاق کانت آشنان میدونن به هر حال این رو نوشته بودن، حالا من بیگناهم، اما اون اولیش رو من کاملا قبول دارم، یعنی بسیار دلپسند و دلچسب. اما این که بله خیلی از کارهای بد و خوب هست که اینا نسبیه، اینا جز مشهوراته. شما در گذشته علمای ما همیشه وقتی که میخواستن مثال بزنن میگفتن که قبح حیوانات عند اهل الهند، مثل کشتن حیوانات و خوردن گوشتشون نزد هندیان و بد میشمارن. الان 1.5 میلیارد هندی هن. ولی خب این ور دنیا نگاه کنید که هر روز استیک میخورن. خب براخره این ورم هست، اون ورم هست، توجه میکنید هر دوتاش شما پیدا میکنید. لذا این که ما بگردیم بگیم که گوشت خوردن، مثلا فرض کنید همین برزویه طبیب در ابتدای کلیل و دمنه اونجا یه چیزی شبیه این نوشته، خوندنیست بخوانید اگه نخوندید، میگه در همه اقوام و ملل گشتم و دیدم اینا با هم اختلافات زیاد دارن و ادیان اختلاف دارن، مکاتب غیره، اما دو چیز میونه اینا من دیدم که همشون میگن بده، یا من فهمیدم اینه که سعی کردم از اون اجتناب کنم. یکیش گوشت خوردن گوشت حیوانات، دومیش هم ازدواجه. حالا برمان بکنیم ایشون بخون که شیران را کند رو به همزاج، چی؟ ازدواج است، ازدواج است، ازدواج. بله، حالا دیگه منظورم اینه که اینجوریست. بله، بفرمه. این نظریه شما در اثبات مختار بودن انسان بر مبنای خود دیگه، شما میگید یه خودی وجود داره که تا بوده که کاملا نشکسته باشه آدم مختاره و مسئوله. دقیقا. حالا یکی بگه خود همین خود
زایده عوامل برونیه که از کودکی با شخص اشکالی نداره. اشکالی نداره. این یعنی ببینید فعل ما فعل مختارانه را داریم بحث میکنیم. بالاخره خود یه جوری باید ساخته بشه. خود از یه جایی میاد. شما فرض کنید مثلا خدا همطوری اینو آکبند ساخته و فرستاده روی زمین. مثلا میگم. باشه اشکالی نداره. بالاخره یه خودی بایدم تعریف اختیار پس از وجود خود میاد. نه قبل از اون. بله خود یک جوری سامهاو باید ساخته بشه. حالا یا به خلقت الهی یا به عوامل طبیعی هرچی. اختیار پس از اون میاد. اگر این خود یه جوری باشه که با رضایت فعلی از او صادر بشه، این فعل مختارانه است. سلام و تشکر. در این صحبت که شما کردین، پس دیگه انسان به طور کلی ذات خاصی نداره. یعنی چی؟ مثلا یه نفر ذاتش اینجوریه یا نه؟ خیلی نه. نه ذات خب اون برمیگرده به اینکه ما برای انسان اصلا ذات قائل باشیم یا نه، برای اشیا کلا. نه اون یه حرف دیگری است. ولی وقتی که شما این خود تغییر پذیره، من این رو که قبول دارم، این ذات به معنی تغییر ناپذیر ما نه نداریم. نه خیر نه، این خود تغییر پذیره. اما مادامی که خودی در میانه و این خود فعلی رو انجام میده، اون مختارانه. حالا این خود قادر هست که خودشو ببینه و خودشو اصلاح کنه؟ بله، اتفاقا این اوج اختیاره. من اینو عرض کردم، اوج اختیار است که شما خودتون رو عوض کنید به جای اینکه دیگری شما رو عوض کنه. و خودشو میتونه ببینه، چون این دیدن خود آدم بخواد خودشو ببینه خیلی کار مشکلیه. اون داخل در بحث اختیار نیست، ولی یه کار خیلی مفید دیگری است که شخصی که بتونه این کارو، که اونم با همین تأمل و خودکاوی و اینتروسپکشن و اینا. بعد این فلوچارتی که شما از اختیار و اراده و فلوچارت تعبیر شماست، خیلی ساینتیفیک بله و انجینیر بله. اینا کشیدین، من مثلا ببینم که شانس و اقبال کجای این قرار میگیره، جبر یا اختیار یا زاده محیط اطراف یک نفره، و اینکه مثلا حالا این نفر چجوری پاسخگوه به محیط اطرافش و این همون شان تعبیر شانسه، و این کجای این اصلا همچین لغتی وجود داره نداره. و یکی دیگه هم که قضا و قدر که ما میگیم، این همون جبره؟ یعنی این قضا و قدر، چون من فکر میکنم توی قرآن ما قضا و قدر نداریم، و اینجور که من شنیدم از یهودیت وارد لفظ مسلمان ها شده این قضا و قدر. حالا شاید من اشتباه میکنم، شما درست کنیم حرف منو. و اینکه کلا قضا و قدر همون جبره یا چیه ازش؟ من خب دایره بحث داره وسیع‌تر میشه. قضا و قدر نه تو قرآن داریم، و قضا ربک که الله تعبدی کلمه قضا هست، و همچنین قدرناه و تقدیر ها مثلا تقدیر و نام هست. من برای بعضی از دوستان گفتم زبان خیلی ساده اگه بخوایم قضا و قدر رو توضیح بدیم و تعریف کنیم بدون اینکه وارد دشواری های فلسفی بشه، قضا و قدر یعنی نحوه مدیریت خداوند در این جهان. نه جبر نه اختیار، خدا مدیریتی داره میکنه این جهان رو، و از من و شما نمیپرسه که من چی کار بکنم. اگه شما اسم این رو میذارید جبر، خب بله جبر، ولی نه خب این جبر نیست. ببینید او یک نقشه ای داره. حالا در یک تحلیل ساده ما داریم میگیم، و این جهان بالاخره ساختاری داره، ساختارشو ما ندادیم. من و شما ساختاری داریم، این ساختار رو ما به خودمون ندادیم. این میشه همون قضای الهی. توجه میکنید؟ نه، این قضای الهی تا اونجاییست که به ما ساختار داده، که این ساختار مختاری هم به ما داده. لذا اختیار اتفاقا جزو قضای الهیست، جزو قدر الهیست، چون جزو مدیریت الهیست. خدا میخواست موجودات مختار بیافرینه، لذا ما که مختار شدیم، ما به قضای الهی مختار شدیم، یعنی به تصمیم او، به اراده او. توجه کردید؟ لذا قضای او اصلا منافات با اختیار ما نداره. ولی تعبیر قضا قدر اینا همه در قرآن هست. عرض می شود که در مورد سوال نخستتون که شانس و اینها، شانس ببینید اگه دلتون میخواد من این مقاله به شما نشون میدم، البته نسبتا قدیمی، مال آقای آلفرد ایر از فیلسوفان فرانسوی، 7 معنی برای شانس اونجا نوشته. ولی از فیلسوفان خودمون اگر شما بپرسید، میگن شانس به قول مرحوم ملا هادی صدرباری، یقول الاختیار و جاهل السبب، کسی که علت چیزی رو نمیدونه
نام حادثه‌ای رو که رخ میده میگه شانسی بود. چیزایی رو که ما حالا یا علت قایش رو نمیدونیم یا علت فاعلیش رو. مثلا مثالی که ارسطو زده، بو علی سینا هم در شفای خودش این را آورده و ملا صدر هم هم را عکس کرده، مثالی همونجا تکرار شد که شما میرید بازار برای اینکه کسی رو ببینید، ولی در بازار اتفاقا کسی دیگری رو میبینید که شما اصلا قصد نکرده بودید رو ببینید، میگید اتفاقا او رو دیدن شانسی. خب این اتفاقا یعنی چی؟ یعنی شما خبر نداشتید که اون اومده به بازار، قصدم نداشتید او رو ببینید. یعنی شانس دو معنا داره، یکی این که به جهل به سبب داشتم، بی خبر بودم، دوم این که مقصد منم این نبود. هیچ کدوم ما به اینا میگیم شانس، ولی شانس از علیت بیرون نمیره. حادثه این نیست که علت نداشته باشه و حادثه این نیست که قایت نداشته باشه. وقتی که ما بی خبریم ازش میگیم که شانسی اینطوری شد، ولی شانس و اقبال همیشه. مثلا فرض کنید که ما چی بگیم؟ میگیم شانسمون بودی که تو قرن 21 خب این شانس یعنی چی؟ ما نکردیم این کار رو، خب شده، ولی این کار شده علت هم داشته که شده، منتها من علتش رو نمیدانم و به دست من نبوده. ولی ما امری که 100% شانسی باشه نداریم. Having said that، یک چیز اینجا باید اضافه کنم و این که در جهان جدید که ما زندگی میکنیم، شما هم که فیزیکدان هستید، عالم ساب اتمیک اکنون جدن محل بحث است که آیا حوادث شانسی اونجا رخ میده یا نه. اون شانسی در اونجا چانس لایک ایونتس، واقعا منظورشون شانسیه. یعنی واقعا حوادث اونجا و این پرش های الکترون ها و اینها 100% علت نداره، همیشه با یه احتمال این حرکات اتفاق میفته. این از اون بحثایی است که جاریه، در واقع تو فلسفه فیزیک جاریه. شما میدونید اینشتین مخالف این نظر بود و میگفت خداوند در طبیعت تاس نمی اندازد، یعنی هیچ چیز شانسی نیست. ولی تقریبا امروز دیگه نظر اینشتین رو اوت مودد میدونن، اولد فشن و اینکه قدیمیه. و من نمیدونم هیچ کسی رو امروز که خلاف این بگه، یعنی معتقدن که این جهان ماکروکازم گویی که علیتی و دترمینیستی کار میکنه، اما روی یک مایکروکازمی، روی یک جهان زیرینی نشسته که اصلا چانس لایکه. و Order Out of Chaos یک کتاب خیلی خوبی هستش که پریگوژین یک نویسنده خوب بلژیکی نوشته، اگه نخونید بخونید. نظم از دل بی‌نظمی، Order Out of Chaos، این کئوس زیرین عالم رو، بی نظمیش رو گرفته که اینا چجوری نظم این جهان رویی رو تولید میکنن. یعنی در این جهان ماکرو نظم است، اما در جهان مایکرو بی نظمی. اما این بی نظمی ها یه جوری با هم برخورد و تداخل میکنن که به نظم منتهی میشه. اینا دیگه اون بالاخره پیچیدگی های این طبیعت است. اول میخواستم خیلی تشکر کنم، امروز واقعا خیلی روشنگر بود. من فقط دو تا سوالی که نوشته بودم میخوام ببینم از چیزایی که شما گفتین درست فهمیدم یا نه. یکی اینه شما فرموده بودید تو صحبتی قبلیتون که پیامبر مثلا این که نسبت همه موجودات، یعنی تمام بی صورت ها با صورت، یکی از نظر ممکن وجود و واجب وجود بودنش، خب این درست میشه. اما اینکه ما میگیم که خودتون فرموده بودین جاهای مختلف تو بحث وحی که پیامبر از خدا پر میشه، با صحبتی که امروز گفتین به نظر میاد که همین که فرمودین آینه های متفاوت، یعنی هر کدوم موجودات به صورت آینه های مختلفی هستن، بعضی آینه های خیلی بزرگ هستن که تجلی خداوند میگه، بعضی کوچیکتر، یعنی این نسبت قابل توجهه. بله. یکی هم این در مورد خود که فرمودین خود خوب و خود بد و اینکه ما مختار هستیم که خداوند ما اینجوری آفریده، از نظر اینکه خب ما از اون اول آدما با هم متفاوت هستن، بعضیا خب خود بهتر هستن، بعضیا خود بدتر، اون دیگه از مقدرات الهی و اصل آفرینشه که ما درش تأثیر، یعنی مطلبیت نداریم. به همین دلیل یه کار بد رو خداوند از یه آدمی خیلی تخفیف میده، اما به یه آدم دیگه تخفیف نمیده. و ملاک همون تغییر ماست. آدم ها با هم فرق دارن. ملاک فقط اون تغییر ماست که ما چقدر بتونیم خودمون رو تغییر بدیم. خیلی هم ممنون.
خیلی ممنون از یکایک شما.